أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام و ادب دارم خدمت تمام محصلین عزیز. به ادامه درس های گذشته در رابطه به خود التهاب که صحبت کرده بودین، ما در ابتدا التهاب حاضر خواندیم با شما و خود عکس العمل های التهاب حاد، فعال شدن سیستم هایی که در التهاب حاد، پروسه شیموتاکسین، پروسه شیموتاکسیز، اینا موضوعاتی بود که در خود التهاب حاد خواندیم. به ادامه مبحث در این جلسه ما خود نتایج التهاب حاضر و همچنین کرونیک انفلامیشن یا التهاب مزمن را در این جلسه میخوانیم. اوتکم یا خود نتایج التهاب حاد ببینین به چهار سمت گرایش داره. یا این هست که یک نتیجه التهاب حادی هست که کاملا بهبودی یا شفایابی کامل صورت میگیره، یا این هست که به سمت نسج اسکار یا ایجاد نسج فیبروز ایجاد میشه، یا تشکل آبسه، و یا هم به سمت مزمن شدن پیش میره. این چهار حالتیه که نتایج التهاب حاد به وجود میاد. ابتدا شفایابی رو با شما میخوانیم. وقتی پروسه شفایابی ایجاد میشه که آسیب یا صدمه که به نسج وارد شده به صورت جزئی و محدود باشه یا به یک مدت زمان کوتاهی ایجاد شده باشه، در این حالت واسطه کیمیایی از بین میره، نفس پذیری که در اویه ایجاد شده پس به حالت طبیعی خود برمیگرده، مهاجرت یا حرکت کروات سفید خون که هسته توقف پیدا میکنه و خود نسج از نگاه فیزیولوژی و هیستولوژی حالت طبیعی خود اختیار میکنه. این حالت حالت شفایابی کامل گفته میشه. حالت دیگه که اینه که یا اینه که به صورت مزمن پیش میره، در صورتی که عاملی که باعث وجود آمدن التهاب شده باشه از بین نرفته نره، میتونه به سمت کرونیک انفلامیشن پیش بره و در بعضی حالات هم میتونه خود التهاب مزمن در ابتدا یا در شروع خود آسیب وجود داشته باشه، مثلا در واقعات انتانات ویروسی یا هم در اکثر عمل های معافیتی که هست. در این حالت میتونه از ابتدا هم علائم التهاب مزمن وجود داشته باشه و یا ای است که به سمت اسکار یا فیبروز پیش میره. اگر تخریب نسجی وسیع باشه یا التهاب در انساج اتفاق بفته که اینا قدرت خود ترمیم یا ریجنریشن را نداشته باشن و یا هم اگزیدت فیبرینی به صورت مکمل جذب نشه، در این حالت است که عناصر نسج منظم از جمله اویه جدید تشکیل و فیبروبلاست ها داخل نیه میشن و بالاخره سبب ایجاد نسج اسکار میشن. این حالت سوم و آبسه فرمیشن که هست. آبسه زمانی به وجود میه که عامل التهاب انتانات پیوجینیک، انتانات که سبب تولید قیح میشن، موجود باشه که در این صورت نتیجه نهایی به وجود آمدن خود آبسه هست در محل التهاب. خب در اینجی هم شما باز هم میبینید زمانی که صدمه به نسج وارد میشه و ایجاد التهاب میشه، یا این هست که به سمت رزولوشن یا شفایابی پیش میره، یا اینه که سبب نسج اسکار میشه، یا اینه که گفتیم اگر عامل پیوجینیک باشه آبسه تشکیل میشه، یا اینه که سبب قرحه یا السرشن میشه که خود انمی قرحه میتونه به سمت فیستول ها یا سینوس ها پیش بره، و یا هم گفتیم اکیود انفلامیشن میتونه به سمت کرونیک یا به سمت مزمن شدن، خصوصا در واقعات انتانات فنگسی، ویروسی، سرطان ها، توبرکلوز و سایر حالات دیگه، اینا میتونه به سمت مزمن شدن پیش بره. که خب لازم به ذکر است که ما در همین جا خود آبسه و خود السر ما مورد مطالعه قرار بدیم. ببینین آبسه یک تجمع موضوعی از قیح یا چرک است که دارای یک محراق مرکزی نکروز است که با یک طبقه از نیتروفیل ها در این وجود داره و توسط یک اویه متوسط و تکثر فیبروبلاست ها احاطه شده باشه و یک نشان دهنده التیام مقدم است. به مرور زمان آبسه محدود میشه و با نسج منظم تعویض میشه. معمولا محتوی که در داخل آبسه یا همین تجمع قیحی وجود داره عبارت از اجساد خود میکروب ها هست، حجرات نکروزی هست، لوکوسیت های مرده و زنده باشه، اینا محتوی خود آبسه هست. و موضوع بعدی السر یا زخم است. زخم یک نقیصه موضعی است که در اثر نکروز حجرات سطحی یک نسج به وجود می آید که
و یا یک حفره که در یک سطح نسج ایجاد میشه که در اثر جدا شدن انساج نکروتیک و التهابی وجود میاد و معمولا در سطح قشای مخاطی دهان، مری، معده، نواحی تناسلی و اپیدرم و انساج تحت الجلدی دیده میشه که در تحت آن میتونه التهاب حاد و مزمن موجود باشه. خود قرحه یا زخم میتونه در اثر صدمات توکسیک یا تجهیزات صدمات به وجود بیاید. پس بنان ای از خود قرحه شد، تعریفی از قرحه شد که شما نتایج و یا اوتکم خود التهاب ها در متوجه شدین که به کدام سمت پیش میره. انگاه خود مورفولوژیک یا تایپ های مورفولوژیک یا نمونه های مورفولوژیک التهابات، نظر به شدت و خامت عکس العمل التهابی، اسباب از نوعیت و نسج موف شده، اینا میتونه منظره های مختلف مورفولوژیک داشته باشه. میتونه منظره از انگاه مورفولوژیک در التهابات میتونه شکل التهاب مثلی باشه، میتونه التهاب فیبرینی باشه، میتونه التهاب قیهی باشه، چرکی باشه. اینا منظره های مورفولوژی که شکل التهاب هموراجیک باشه. ببینین در التهاب مثلی اگر نمونه مثال ما بگین، یک مایع آبگینی که مقدار پروتین از او کاهش یافته است، نظر به سروم و یا توسط حجرات میزوتلیوم که در جوف پریکارد، پلورا و پریتوان پوشونیده شده افراز میشه، همین مایع مثلی یا مایع سیراس که هسته. نمونه مثال از او در آبلاهایی که در جلد در اثر سوختگی ها و یا امراض ویروسی ایجاد میشه، نمونه مثال از شکل مورفولوژی که التهاب مثلی میباشه. اگر تجمع از مایع مثلی در اجواف باشه، در اجواف مثلی به نام ایفوژن، مثلا در اگر پریکارد باشه به نام پریکاردال ایفوژن، اگر در شش باشه به نام پلورال ایفوژن یاد میشه و میتونه به سمت نمونه مورفولوژیک از التهاب فیبرینی باشه. التهاب فیبرینی در حادثاتی که صدمات شدیدی ایجاد میشه از اثر افزایش قابلیت نفوذی اویه به وجود میه. در این حالت مولکولای بزرگ مانند فیبرینوژن از اندوتل اویه عبور میکنه و یک اگزودت التهابی در نیه ملتهبه ایجاد میکنه. از نگاه هستولوژی فیبرین از فیبرینوژن که وجود میاد یک شبکه باریک که به رنگ گلابی شک گلابی رنگ دیده میشه. ممکنه اگر این حادثه در سهایا و پریکارد و پلورا ایجاد بشه سبب فیبرینولایز یا تجزیه خود فیبرین بشه که توسط مکروفاژ ها پس دوباره از اون نیه پاک بشه و پروسه شفایابی در این محل صورت بگیره. و گاهی اوقات هم میتونه همی نسج فیبروز که هسته بقای از بقی بمونه و سبب ایجاد ارگانیزیشن و تشکیل نسج فیبروز بشه که مثلا در حالات حادثاتی که در پریکارد قلب ایجاد میشه میتونه زمینه رو مساعد کنه به تشوش وظیفوی خود میوکارد خود قلب. التهابات قیهی میتونه نمونه مورفولوژی کدو باشه که در این حالت تجمع خود اگزودت قیهی که متشکل از نیتروفیل ها در حالات پلورنت یا قیهی که هسته حجرات نکروزی و مایع عزیمه ای باشه. در نهیه ممکنه که نوتروفیل ها و خود باکتری ها زیادتر دیده شه، خود خصوصا باکتری ها از نوع استافیلوکوک ها که باعث تولید قیه میشن، از این خاطر به نام انتانات پیوجینیک هم یاد میشن. اینا نمونه هایی هستن از نمونه های مورفولوژیکی از التهاب حاد. میتونه نمونه های مورفولوژیک که در کرونیک انفلامیشن باشه، نمونه از خود پروسه ترمیم عبارت از التهاب گرانوماتوز باشه که ما در به صورت جداگانه هر کدوم از اینا نمی حالت گرانوماتوز ما میخوانیم که به کدام دلایل به وجود میه و به چی شکل در مقابل عکس العمل کدام انتانات مثل تی بی، فنگس ها و یا هم اجسام اجنبی ایجاد میشه. خب این هم نمونه از اشکال مورفولوژی که خود التهاب حاد و مزمن هست که گفتیم میتونه به صورت التهاب خود سیراس یا مثلی باشه، میتونه به صورت فیبرینی باشه، میتونه غشعی باشه، هموراجیک باشه، قیهی باشه، حتی میتونه سبب امپما تشکل قی، تجمع قی، آبسه، تشکل یک جوف
و السترشن و زخم باشه. اینا هم نمونای مورفولوژی که از التهاب حاد و مزمن هست. خب مبحث دومی که گفتیم با شما میخونیم عبارت از التهاب مزمن یا کرونیک انفلامیشن هست. التهابی است که دیورشن یا دوام رو هفته ها و ماه ها حتی سال ها در بر میگیره که در او فعالیت های التهابی تخریب نسج و پروسه التیام همراه با فیبروز در عین زمان دیده میشه و برخلاف التهاب حاد با تغییرات وعی اوزیما و ارتشاع متبارز نوتروفیل ها مشخص میشه. التهاب مزمن معمولا اصاف خصوصیت خاص خود خود داره. ببینین در این التهاب مزمن ارتشاع حجرات التهابی خصوصا از نوع مونونوکلیر هست. این خصوصیت التهاب مزمن هست، ارتشاع حجرات مونونوکلیر مثل مکروفاژ ها، لنفوسیت ها و پلازماسل ها. دوم تخریبات نسجی است که به صورت وسیع توسط حجرات التهابی ایجاد میشه و تکثر اویه جدیده یا انجیوجنسیس دیده میشه. این حالت در علمی التهاب مزمن در حالات مختلفه ایجاد میشه. یکی از جمله حالات از عبارت از انتانات مزمن یا معنده که از بین بردن از اونا مشکل هست، مثلا در واقعات مثل توبرکلوز. ببینین حالات مثل توبرکلوز یعنی در انتانات ویروسی، پرازیت ها، مقابل شدن به مواد توکسین و امراض اوتوایمیون، هر کدوم از اینا در واقع میتونن زمینه برای مساعد شدن التهاب مزمن باشن. پس یک از اینا عبارت از انتانات شد که میتونه توبرکلوز باشه، سیفلیس باشه، بروسلوز باشه، ویروس ها و یا فنگس ها باشه. دیگه میتونه عامل برای وجود آمدن از امراض التهابی معافیتی باشه که در بعضی از حالات سیستم معافیتی در مقابل حجرات انساج خود عکس العمل ایجاد میکنه و سبب وجود آمدن امراض اوت ایمیون میشه که میتونه زمینه را به التهاب مزمن به وجود بیاره و سبب تخریب مزمن نسجی بشه. حالت بعدی گفتیم میتونه مواجه شدن به عوامل توکسیک به صورت دوامدار هست، مثلا مواجه شدن به امراض به مواد مثل سیلیکان که باعث سیلیکوزیس میشه، مواد که منشأ خارجی و عکس العمل های التهابی در ریه به وجود میاره، تسلب شراین که در اثر بالا بودن سویه لیپید های خون هست که به صورت دوامدار میتونه سبب وجود آمدن التهاب مزمن بشه. خود همی سویه بلند لیپید ها که از جمله مواد داخل المنشأ محسوب میشه، پس خارج المنشأ که واسه التهاب مزمن میشه مثل مواد سیلیکان اینا میتونه باشه و داخل المنشأ افزایش خود لیپید های خون میتونه باشه. ببینین در کرونیک انفلامیشن یا التهاب مزمن ارتشاع حجرات التهابی یا گسته‌ای در اینجی متبارزه که شامل مکروفاژ ها، لنفوسیت ها، پلازماسل ها و همچنین ایزینوفیل ها می باشه. عمده ترین میدیاتور ها یا واسطه هایی که در اینجا عمل میکنه انمی چهار ماده یا چهار عنصر می باشه که ما هر کدوم از این مورد مطالعه قرار میدیم. ابتدا ببینیم مکروفاژ ها هست. مکروفاژ ها حجرات برجسته و متبارزن در التهاب مزمن. مکروفاژ ها در واقع حجراتی هستند که همان مونوسیت هایی هستند که در داخل دوران خون هستند که این مونوسیت ها وقتی که از داخل دوران خون خارج میشن، وقتی که وارد انساج قرار میگیرن، اندازه خود کلان میکنن و کلان شدن از اینا و قدرت بل از اینا بالا میره که اینا رو به نام مکروفاژ یاد میکنیم. به صورت نرمال ما در قسمت های مختلف ما مکروفاژ های داریم برای پاک کردن یا جلوگیری از مواد انتیجن در داخل دوران خون، مثل مکروفاژ هایی که داخل کبد است به نام کوفر، به نام کوفر مکروفاژ، مکروفاژ ها، عقدات لنفوی هستوسیت ها، در خود دماغ به نام ماکروگلیال ها، در ریه به نام مکروفاژ های اسناخ یا به نام دست سل یاد میشه. هر کدوم از اینا مکروفاژ هایی هستند که با قدرت فاگوسایتیک بالا که به صورت یک سیستم فاگوسایتی یک هسته ای ایجاد میکنن که در سابق به نام ریتیکول اندوتلیال سیستم یاد میشد. ببینین مکروفاژ ها با همون مونوسیت های داخل دوران خون هستند که در واقع نیم عمر از اینا یک روز هست، در حالی که وقتی که اینا از داخل دوران خون خارج میشن و بزرگ میشن اینا تا
طول مدت زمان از اینا یا هاف لایف از اینا طولانی میشه و قدرت بل از اینا زیاد میشه. از نگاه بل کردن ماکروفاژ ها طوری که شما میبینید خود بسیار بزرگ میکنن، اینا به دو حالت، یکی به مسیر کلاسیک و یکی مسیر آلترناتیو اینا میتونن عمل کنن. در مسیر کلاسیک این است که ماکروفاژ ها توسط محصولات میکروبی مثل اندوتوکسین ها که هسته سیگنال های به لنفوسیت های تی میرسه و سایتوکین ها مثل انترفرون و گاما که هسته اینا آزاد میشه. وقتی که آزاد شد ماکروفاژ ها فعال میشن و در اثر فعال شدن از اینا انزایم های لایزیزمی خودر و رادیکال های آزاد تولید میکنن و سبب از بین بردن جسم بیگانه میشن. و از مسیر آلترناتیو ماکروفاژ ها توسط انترلوکین 4 و انترلوکین 13 هسته که توسط لنفوسیت های تی و حجرات دیگه مثل مسل ها و ایزینوفیل ها تولید میشه فعال میشن. این مسیر آلترناتیو هست که به این ترتیب هم اینا عمل میکنن. و دوم حجرات دیگه که ما گفتیم در پروسه التهاب مزمن رول داره، یکی حجرات تی هست. حجرات تی لنفوسیت ها حجرات متحرکی هستند که تحت تاثیر کیموکین ها که ما در جلسات پیش خواندیم فعال میشن و در التهاب مزمن با ماکروفاژ با یکدیگر عمل میکنن. طوری که ماکروفاژ ها وقتی که انتیجنر به حجرات تی معرفی میکنن، حجرات خود حجرات تی باعث تولید سایتوکین ها مثل انترفرون و گاما و تی ان اف میشن که اینا به عنوان فعال کننده های قوی ماکروفاژ هن. بعد از این ماکروفاژ های فعال شده به این زمان سبب تولید تی ان اف و انترلوکین یک میشن که خود از این باعث تنبیه لنفوسیت میشه، حجرات تی میشه و این حالت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که عامل انتیجن از بین ببرن و یا امی عامل تنبیه کننده از ساحه از بین بره و در نتیجه امی حجرات تی میتونه باعث تنبیه یا فعال ساختن مولکول های غشای حجرات بی بشن و در نتیجه حجرات بی پلازما سل به پلازما بلاسا پلازما سل تبدیل شه و در نتیجه تولید آنتی بدی بشه. یعنی سیستم تولید آنتی بدی هم با فعال شدن حجرات تی صورت میگیره. و از طرف دیگه ما ایزینوفیل ها رو هم داریم. ایزینوفیل ها هم در حجرات در نهای التهابی خصوصا در امراض پرازیتی که پیشتر گفتین که باعث امراض مزمن میشه اینا هم تولید میشن در محل و همچنین در حادثات آلرژیک که هسته. ایزینوفیل ها دارای یک گرانول یا پروتین خاصی هن که دارای چارچ بلندیه و تأثیرات توکسیک بالای خصوصا پرازیت ها داره. به می خاطر زیادتر در امراض پرازیتی هم سطح ایزینوفیل ها افزایش پیدا میکنه. موضوع آخری که ما و شما در این پس داره عبارت از گرانولوماتوز انفلامیشن است یا التهاب گرانولوماتوز هست. ببینین یک شکل خاصیه، زیادتر در امراض باکتریایی مثل توبرکولوز، سیفلیس و همچنین کات استرچ دیزیز یا گرام نگاتیو باسیلوز که هسته در امراض باکتریایی و همچنین امراض پرازیتی مثل شیستومیازیس و در امراض فنگسی مثل استوپلازما کپسولاتوم، کریپتوکوکوس نیوفورمانس و به نام کوکسیدیوس ایمیتس اینا در این فنگس ها که هسته زیادتر دیده میشه. ببینین و همچنین در حالات غیر ارگانیک مثل حادثه سیلیکوزیس که در اثر سیلیکون گفتیم و همچنین در اجسام اجنبی مثل نخهای جرعی که هسته، پودر تل، رسوبات خود کلسیم و گرفت اویه که گرفت میشه یا سدیه هایی که در اونجی سیلیکون به حساب نفت میشه یا ایمپلانت میشه، در این حالات میتونه التهاب گرانولوماتوز ایجاد بشه که زیادتر این التهاب گرانولوماتوز یک شکل خاصی از التهاب مزمن هست که در این حالت خود اجتماع حجرات گرانولار به صورت اپیتیلوید یعنی مشابه خود نسج اپیتیل اینا به یکدیگر تجمع پیدا میکنن. ببینین ماکروفاژ های فعال از نگاه میکروسکوپیک بزرگن، رنگ گلابیر برای خود میگیرن در تلوین یا رنگامیزی ایوزین و ایماتوکسیلین که دو رنگامیزی که در پتولوژی انجام میشه، اینا مشابه حجرات اپیتیل معلوم میشن. بنابراین همین خاطر به نام حجرات اپیتیلوئید یاد میکنن اینا. معمولا
خود پروسه گرانوماتوز یک پروسه که در حالت التهاب است، التهاب مزمن ایجاد میشه، اما بعضی وقتا هم تهدید کننده حیات میتونه باشه که مشکلات ایجاد میکنه. این میکانیزم به در ابتدا یک سد دفاعی مفید محسوب میشه، گفتین که همیشه این حالت هم نیه و گاهی وقتا میتونه مشکلاتی را ایجاد بسازه. التهاب گرانوماتوز و فیبروز ناشی از علت میتونه تشوش وظیفه‌ای عضو در بعضی از حالات امراض مثل توبرکلوز ایجاد بشه. وقتی که بدن نمیتونه بسیل توبرکلوز از بین ببره، در نتیجه سبب التهاب گرانوماتوز میشه. توبرکلوز اولین نمونه یک آفت گرانومیه که در مقابل خود مایکوباکتریوم توبرکلوز به وجود میه و میتونه گفتیم به پاسخ به اجسام اجنبی یا فورین بدی هم ایجاد بشه. بنان در این حالات اجرات بزرگ مختلف دیده میشه که میتونه در التهابات مزمن گرانومایی مثل جاینت سل ها که هستن یا اجرات بزرگ و دیو آس ها هستن که اینا باز هر کدوم از اینا میتونه اشکال مختلف داشته باشه. این در رابطه به گرانوماتوز انفلامیشن هست که گفته یک مشخصه التهاب مزمن خصوصا در امراض باکتریایی مثل توبرکلوز، در عادثات غیر ارگانیک مثل سیلیکان و همچنین اجسام اجنبی مثل سوچرهای جراحی و یا هم گرفتهایی که از اویه ایجاد میشه. این هم نمونه از یک نسج گرانومای وصفی هست که در مریضی توبرکلوز از اثر تجمع حجرات فیبروبلاست هایی که ایجاد میشن منظره اپیتیلر برای خود خود میگیرن، به این خاطر به نام اپیتیلوئید هم یاد میکنن، یعنی مشابه اپیتیلین در تلوین یوزین دیده میشه.